بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلامی با عطر و بوی بهشتی تقدیم به شما عزیزان بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. با برنامه باغ بهشت دیگری در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه واجبات نمازه. در خدمت جناب استاد آیت الله فدایی هستیم و از بیانات ایشون در این رابطه استفاده خواهیم کرد. بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، به باغ بهشت فقه اهل بیت خوش آمدید. برنامه را آغاز می‌کنیم با ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد. خب بزرگواران بیننده، طبق معمول برنامه باغ بهشت در خدمت جناب استاد آیت الله فدایی هستیم. آقا عرض سلام و ادب دارم خدمت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بر شما و بر همه بینندگان عزیزم. 9 تا از واجبات نماز که 11 بخشه در برنامه‌های گذشته بررسی شد. امروز 2 بخشی که باقی مونده رو انشالله در خدمت جناب استاد بحث خواهیم کرد. آقا از بیانات گذشتتون چیزی ناقص مونده که تکمیل بشه؟ که اگر چیزی هست بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ واجبات دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. همینطور که بیان فرمودید که 9 تا ما از واجبات نماز را به عرض بینندگان عزیزمون رسوندیم. اینجا برای اینکه یادآوری باز هم بشه موضوع را ادامه بدیم، اینه که عرض شد سابقا که انسان، دانشمندان روانشناس و جامعه شناس اینها، برای انسان یه بعد رابع، یک بعد چهارمی را گفتن وجود داره به اضافه اون 3 بعد طول و عرض و عمق. بعد رابع و بعد چهارم انسان اون حس تدین هست، که حس تدین یکیش همینه که انسان تواضع برای خدا داشته باشه، همون رکوع است و سجود. و اشاره شد که اگر انسان برای خدا تواضع کرد، رکوع سجود رفت برای خدا، عظمت خدا و فروتنی کرد در مقابل آفرینندهش، این
حس چهارم یا اون بعد چهارمی که در انسان هست، همون حس تدین، این اشباع میشه به نحو صحیح، به صورت صحیح و درست اشباع میشه. دیگه انسان وقتی برای خدای خودش کرنش میکنه، این حس که اشباع بشه در وجودش، این بعد که تقویت بشه، دیگه اون نیازی نمیبینه برای اون که برای چیز دیگه تواضع داشته باشه، برای چیز دیگه کرنش کنه، رکوع کنه یا سجود کنه. چون عرض کردیم که رکوع و سجود فقط مختص خدا هست و برای هیچ کس جایز نیست. الانم روایات انشاءالله میخونیم که مثل رکوع، مثل سجود ملائکه برای حضرت آدم، یا مثل سجود پدر و مادر و برادرهای حضرت یوسف برای یوسف، که اینا تو قرآن اومده دیگه، اینا رو نمیشه کارش کرد، اینا معناش چی بوده؟ پس ما از این مقدمه که انسان بعد چهارمش که همون حس تدین باشه و خود و ناخودآگاه، هر انسانی اگر خدای نکرده به راه صحیح این حس را اشباع نکنه، حتما در زندگیش حتما الگو میگیره. الان شما ببینید این بچه ها، کودکان ما، این معمولا اینا رو اثر حالا اون فوتبال چیه میبینید، اینا یا افرادی را اسماشون بلدن، حفظ میکنن، سعی میکنن مثل او باشن، حتی لباسشون، حتی اینا همین حس تدینه که وقتی به درست اشباع نشد منحرف میشه. لذا میبینید اسم ائمه را بلد نیست، اسم امامانی که خدا اونا را الگو برای ما قرار داده، اونا هستن که باید این نیاز حس تدین را پر کنیم به واسطه اونها. ولی چون اینها توی نیست، توی دسترس، بچه های ما مثلا روش زیاد تبلیغ نمیشه، بچه های ما مثلا میرن روی فوتبالیست یا مثلا فلان ستاره سینمایی، اسماشون هم بلدن و حرکاتشون رو انجام میدن و حتی لباسهاشون هم سعی میکنن مثل اونا باشه، رفتارشون، حتی تمام جزئیات حتی زندگیشون رو میدونن. احسن. با اینکه ما خدای متعال در قرآن فرموده لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، از برای شما رسول خدا الگو هست نه دیگران و اهل بیتشون. پس ما از این مقدمه به این نتیجه میرسیم که انسانی که نماز میخونه و واقعا اهل نماز باشه و برای خدا کرنش میکنه، تواضع میکنه، رکوع میره، سجود میره، این انسان واقعا یک انسان آزاده است به تمام معنا، چون حاضر نیست، چون این حس تدینش به صورت صحیح اشباع شده، دیگه هیچ نیازی نداره، لذا حاضر نیست برای هیچ احدی کرنش کنه یا تواضع کنه. البته ما تواضع داریم برای خدا و اولیاء خدا و اهل بیت رسول خدا و اون افرادی که خدا به ما گفته اونا رو احترام کنیم، مثلا اونم تعبدن لله، بله، یعنی در راستای توحیده و در راستای همون امر خداست. مثلا ما روایت داریم لیس منا من لم یرحم من لم یوقر الکبیر، از ما نیست کسی که احترام نذاره به بزرگتر، از ما نیست، از اون احترام بزرگتر یه نوع تواضع دیگه. اما چون این روایت داره، خدا فرموده، آیه قرآنی آیه هست، قرآن تعبدی میشه، بله. یا مثلا روایت داریم که لیس منا من لم یرحم الصغیر، از ما نیست، پیغمبر خدا میفرمان کسی که به کوچکتر از خودش رحم نکنه، مهربانی نکنه، از ما نیست. پس بنابراین حس چهارم، اون بعد چهارم که در انسان وجود داره، نماز واقعا این نیاز را تأمین میکنه. وقتی یک انسان نمازگزار کاملا انسانه، اما خب به شرطی که واقعا نماز را خوب رعایت کنه
و شرایط نماز، اجزاء نماز، مقدمات نماز، واجبات نماز، بعدن ارکانی که انشالله گفته میشه، چیزایی که نماز رو باطل میکنه. یعنی واقعا زمان تشهد سلامی که عرض کردیم، مثلا تشهد یک اقرار روزانه چند بار مجدد به اینکه خدایا، چون این عقیده انسانه که یکی از عوامل مهم بی‌نیاز کننده اون حس چهارم هست که همون عقیده درسته توحید است و رسالت پیغمبر و اهل بیت، ولایت اهل بیتشون که ما با همون صلوات که میفرسیم این تأمین میشه. و همچنین سلام، ببینید این سلام معمولا السلام علیکم یا نبی میگیم، بعد السلام علینا میگیم، بعد السلام علیکم میگیم، که این حس همدوستی نادوستی را به انسان تلقین میکنه و اینکه همه را باید دوست داشته باشی، همه را بایستی دعا کنی. السلام، سلام، سلامتیه، یعنی دعای به سلامت بودنه. واقعا اینا خیلی رموزه و خیلی درسه و عبرته که نمازگزاری که واقعا متوجه نمازش هست، لذا میگن نماز باید حتما با حضور قلب باشه، انسان بدونه داره میخواد با خدای خودش صحبت کنه. اونم چه تعبیراتی که خود پیغمبر و اهل بیت به ما یاد دادن، از خودمون میخواییم ببافیم، نه، چیزهایی که خودشون فرمودن، حمد، سوره قل هو الله، بعد اذکاری که فرمودن، بعد تشهد سلام، که اینا تمامش رو خودشون معین کردن، مشخص کردن که اینا چی باید بگیم، چی بایستی با خدای خودمون چجوری صحبت کنیم. اینا تمامش در واقع برای نمازگزار اثر بخشه و انسان سازه، لذا تمام وجود انسان با نماز کامل میشه، اصلاح میشه. خب احسنتم، اجازه میخوام آقا یه فاصله بگیریم، شما هم یه گلوی تازه بکنید، انشالله برمیگردیم ادامه روایات و احادیثی که از اهل بیت هست انشالله از شما خواهیم شنید. خب از زن بیننده در خدمتتون هستیم، بعد از زن یک میان بعد. خب بزرگوارانی که بیننده برنامه باغ بهشت هستین یا تازه به جمع بینندگانمون پیوستین، عرض سلام مجدد دارم خدمتتون. در خدمت جناب استاد فدایی هستیم. حاج آقا ادامه بحث. روایتی که عرض شد بناس بخونین مکمل همون عرایز بنده بود که در اول که انسان بعد چهارمی داره و نماز اون را کاملا تأمین میکنه و به راه مستقیم و انسانیت انسان را راهنما و باز میداره، یعنی به معنایی که یعنی راهنما میکنه و هدایت میکنه انسان را. این روایت از آقا امام صادق علیه السلام هست که حضرت این طور فرمودن: کان رسول الله صلی الله علیه و آله یوما قاعدا فی اصحابه اذ مر به بعیر. یک روزی، این روایت متعدد هست که بعضی از این حیوانات معلوف مثل همین شتر، در اون زمان شتر خیلی سر و کار داشتن مردم باهاش، چون بیابون بوده، صحرا بوده، الان کم شده و یه وسیله مسافرت خوبی بود و وسیله برای آب بردن و آب بردن، چون وقتا لکشوی اینا نبوده که راحت باشه. بله، لذا خیلی با مثل شتر و اینها مردم برخورد داشتن. این روایت اینطور میفرماید که البته غیر از شتر هم روایت دیگر هست، ولی ما مختصرا یکی دو تا روایت را بیشتر نمیخونیم، که امام صادق فرمودن یه روز پیغمبر بین اصحابشون نشسته بودن که شتری رد شد، فجاء حتی ضرب بجرانه بارض وراغا. این شتر وقتی رد میشد دیدن پیغمبر نشسته، آمدن به سوی پیغمبر و اون به حساب دهن خود را آمدن به زمین زدن، مثل کسی که داره مثلا تعظیم میکنه یا همچین حالتی،
جلو پیغمبر و رغا و دهنشون کف، دهن این شتر کف کرد و صدایی کرد این حیوان که معلوم شد همه فهمیدن که این حیوان داره برای رسول خدا تواضع میکنه. فقال رجل، این روایت اسم رو نیورده، رجل گفته، ولی تو بعضی روایت ها داره که معمولا این دومیه، دومی خیلی از این کارا میکرد، یعنی عمر ابن خطاب، اینا خیلی از این کارا میکرد و همش میخواست بت‌پرستی رو احیا بکنه. لذا از این حرفش ببینید، این حرف که پیغمبر شدیداً نهی میکنن. ایشون فقال رجل، که اسم میاره ولی بعضی روایت ها داره که اون بوده، یا رسول الله، اون شخص گفت یا رسول الله، از اسجد لک هذا البعیر فنحن احق ان نفعل، این شطور برای شما یا رسول الله سجده کرد، ما که انسانیم و عقل داریم، ما سزاوارتریم از این حیوان برای شما سجده کنیم. ببینید چطور، یعنی اون بت پرستی که اینا داشتن، بت پرست بودن، میخواستن ادامه بدن، دنبال بهانه، میخواستن دنبال بهانه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا بل اسجدوا لله، خیر، برای خدا فقط سجده کنید. ببینید چقدر این مهمه و چقدر این ارتباط داره به اینکه انسان این بعد تدینش رو فقط درباره سجده برای خدا باید تعمیم بکنه. این روایت از آقا امام دهم علیه السلام هست که شخصی خدمت آقا میرسه و سوالاتی داشته، از جمله این سوال بوده که این سوال تقریبا سوال همه ما هم هست که این داستان رو میدونیم، و اون اینه که اخبرنی عن یعقوب و ولدهی اسجدوا لیوسف و هم انبیاء. این سوال، سوال هایی که داشته، یه سوالش این بوده که اینجا آوردن در این کتاب شریف وسائل شیعه که میپرسه یا ابن رسول الله، یا امام هادی، امام دهم، آیا حضرت خبرم بده، آیا به من بفرمایید که حضرت یعقوب که پیغمبر بود، پسرانش که اینا همه سجده کردن، اینا یوسف، برای یوسف سجده کردن، با اینکه انبیا بودن، پسران انبیا بودن. فاجاب ابو الحسن علیه السلام، امام هادی کنیشون ابوالحسن، امامات سه تا امام داریم که کنیهاشون ابوالحسنه، یعنی تو زبان روایات ابوالحسن گفته میشه، ابوالحسن اول گفته میشه، کنایه از آقا امام کاظم علیه السلام هستم. اگر گفتن تو روایات ابوالحسن الاول یا ابوالحسن مطلق بگن، معناش آقا امام موسی بن جعفر هست. ابوالحسن ثانی که میگن، معناش آقا امام رضا هستم. ابوالحسن ثالث، منظور آقا امام هادی، امام دهم. پس چرا آقا امیرالمومنین جزء ابوالحسن؟ امیرالمومنین ابوالحسن هستن و گفته میشه تو لسان محاوره و صحبت، اما تو لسان روایات نیامده ابوالحسن. امیرالمومنین یا حضرت علی علیه السلام. سلام الله علیه. سلام الله. بله، ادامه بحث. بنابراین آقا امام هادی در جواب فرمودن، فاجاب ابوالحسن علیه السلام، که منظور آقا امام هادیه، اما سجود یعقوب و ولدهی، اما اینکه سوال میکنی که حضرت یعقوب و پسرانش سجده کردن، فانه لم یکن لیوسف، برای یوسف نبود، انما کان ذلک منهم طاعه لله و تحیه لیوسف، طاعت از برای خدا بوده، شکر از برای خدا بوده، و تحیت و سلام، یا تحیت همون سلام و مثلا تعارفی که جای سلام داره، اینا
تحیتی بود برای حضرت یوسف. میشه مثال زد سجده کل ملائک بر حضرت آدم، اینا میشه مثال زد. احسن خود حضرت میفرمون کما کان سجود، حضرت میفرماین کما کان سجود من الملائکتی لآدم کان ذالک منهم طاعتا لله و تحیه لآدم. حضرت مثال میزنن برای اینکه او تعجب نکنه، ما که خبر به ما برسه تعجب نکنیم که چطور میشه اینا تو قرآن میگه که برای یوسف سجده کردن، ولی حضرت میفرمان برای سجده برای یوسف تحیت بود اما سجدهشون برای خدا بود. مثال میزنن همونطوری که ملائکه به امر خدا برای خدا سجده کردن اما تحییتشون جهت حضرت آدم بود. خانه کعبه هم حاج آقا یک سنگه، سنگ بناست که ما همه بهش سجده میکنیم، همه بهش نه به سمت اون سجده، به سمت اون احسن این مثال قشنگه احسن که ما به سمت ما... اون سجده میکنیم، ملائکه هم به سمت حضرت آدم سجده کردن ولی برای خدا، چون حضرت لله سجده کردن. حضرت یعقوب هم برای با فرزندانش برای خدا سجده کردن ولی به سمت یوسف بوده، اینجوری بوده. فسجد یعقوب و ولده و یوسف معهم. حضرت می فرماید نه فقط پدر یوسف، به سر حضرت یوسف، یعقوب، فرزندان، خود یوسف هم سجده افتاد شکرا لله لاجتماع شمله، چون بعد از 40 سال فراق و فاصله هجران الان خدا بهشون نعمت وصول و وصال و به هم رسیدن داد. الا ترى انه يقول في شكره ذلك الوقت رب قد آتيتني من الملك. بعدن حضرت هادی علیه السلام استدلال میکنن به آیه قرآن که وقتی سر از سجده برداشتن قرآن اینطور تعبیر میکنه که رب قد آتيتني من الملك، پروردگارا تو به من ملک مصر را، عزیز مصر شدم، تو به من عنایت کردی، که معلوم میشه اینا برای خدا سجده کردن، نه اینکه نعوذ بالله برای حضرت یوسف بوده. این یه روایت. روایت دیگر هست که حاجی اگه اجازه بدین روایت بعدی رو ما بذاریم برای بعد از یک میان برنامه برگردیم، انشاءالله استفاده خواهیم کرد. همونطوری که یوسف و حضرت یعقوب بعد از 40 سال بازگشت، انشاءالله یوسف و حضرت زهرا رو انشاءالله به زودی زود ملاقات کنیم همگی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب بزرگواران بیننده برنامه باغ بهشت، نظرات، پیشنهادات، خاصتاً اگر سوال شرعی دارید از طریق پست الکترونیکی مربوط به برنامه باغ بهشت که زیرنویس میشه حتماً سوالات خودتون رو با ما در میون بذارید تا بتونیم از این طریق پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. بله حاج آقا استفاده میکردیم. روایتی که بنده الان میخوام بخونم، این آخرین روایت، به این اکتفا میکنیم. این روایت از تفسیر معروف امام حسن عسکری علیه السلام، امام 11 تفسیری هست که متاسفانه کاملش در دست نیست، ولی تفسیر بسیار مفصل و در بیش از 50-60 جلد، ولی متاسفانه بیش از 1-2 جلد دست ما نیست الان. در این قسمتی که در دست هست این روایت داره که حضرت می فرماین
عن النبی صلی الله علیه و آله، از پیغمبر خدا که حضرت رسول فرمودن لم یکن سجود الملائکه لآدم، سجود ملائکه برای حضرت آدم نبود. پیغمبر خدا میفرمید انما کان آدم قبلتا لهم، همینطور که شما اشاره فرمودید که مثل کعبه که ما به سمتش، اینجا پیغمبر خدا همین را میفرمایند، میفرمایند که خدای متعال قبلشون را حضرت آدم قرار داد. والله سجود برای خداست، اصلا سجده برای هیچ کس جایز نیست، رکوع هم جایز نیست، چه برسه به سجده. لذا پیغمبر میفرمایند انما کان آدم قبلتا لهم، حضرت آدم را خدا قبله قرار داد برای اونها. یسجدون نحوه لله عز وجل، به سمت آدم سجده میکنن، سجده میکن اما برای خدا، سبیل الله، برای خدا. همینطور که ما به سمت قبله به سمت کعبه نماز میخونیم، سجده میکنیم، اما کعبه را عبادت نمیکنیم، برای خدا عبادت خدا را عبادت میکنیم. احسنت. و کان بذلک معظما مبجلا، اینه که خدا حضرت آدم را قبله قرار داد، این یه نوع کرامتی بود که خدا برای حضرت آدم قرار داد، همینطور که خدا کعبه را کرامت داده که قبله مسلمانان. ولا ينبغي لاحد، ببینید باز اینجا پیغمبر تکرار میکنه که برای انسان جایز نیست برای احدی سجده کنه. لذا واقعا اینایی که برای ملوک، برای رؤسا، برای افراد دیدید کرنش میکنن، دیدید چه کارهایی میکنن، اینا چون اینا نیاز اون بعد چهارمشون رو به صورت صحیح تأمین نکردن، پیدا نکرد. لذا حضرت میفرمان ولا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، هیچ کس جایز نیست برایش برای غیر از خدا سجده کنه. یخضع له کخضوعه لله، خضوع کنه، تواضع کنه، مانند خضوع و تواضع برای خدا برای هیچ کس جایز نیست. و یعظمه بالسجود له کتعظیمه لله، و این که معظم بداره انسان به واسطه سجود غیر از خدا را برای هیچ کس جایز نیست. بعد حضرت این نکته جالبیه که اینجا باز حضرت لو استفاده میکنه که بر فرض محال اگر بنا بود بگیم کسی برای کسی سجده کنه، اینجا حضرت به یک نکته دیگر اشاره میکنن که میفرمایند ولو امرت احدا ان یسجده هکذا لغیر الله، اگر بنا بود بر فرض محال که اجازه بدیم، خدا اجازه بده که پیغمبرم نماینده خدان و اون چی که از خدا هست به ما میرسونن، میفرمان اگه بنا بود کسی بگیم برای کسی جایز سجده کنه، لامرت ضعفاء شیعتنا و سائر المکلفین من متبعینا ان یسجدوا لمن توسط فی علوم علی وصی رسول الله صلی الله علیه. الله اکبر، عجب روایت، خیلی عظیمه روایت. حضرت میفرمان پیغمبر خدا، رسول معظم خدا میفرمایند اگر بنا بود اجازه پیدا کنه کسی، یا ما اجازه بدیم که کسی برای کسی سجده کنه، اگر بنا بود بر فرض محال میگفتیم برای اونهایی که علوم اهل بیت را که در رأسشون آقا امیرالمؤمنین هست بعد از پیغمبر خدا، علومشون را نشر میدن، نشر میدن، یاد میگیرن و نشر میدن، برای اینا سجده کنن. احسنتون، ما برای شیعیانمون، پیغمبر میگه شیعه امیر، شیعیانمون یعنی همه اونایی که ما را دوست میدارن، پیغمبر و اهل بیتش را، و یعنی شیعه علی همون شیعه منه، شیعه. احسنت، بله، فرقی نداره. و سایر مکلفین، نه فقط شیعیانمون، و همه اونهایی که محب هم حساب میشن، که اینا پیرو ما هستن، پیرو ما و اهل بیتن. شیعه چون معمولا گفته میشه مثل سلمان اودر که ما نمیتونیم برسیم، بذار سایر مکلفین که اینا ادعای محبت دارن که پیرو هستن از ما و اهل بیتم، پیغمبر میفرماین اگر بنا بود بگیم سجده کنن کسی برای کسی، به اونها میگفتیم برای اونایی که واسطه میشن و شما را آشنا می کنن با علوم اهل بیت،
که همون علمای فقه اهل بیت احسنتم اونا را سجده کنید ولی جایز نیست ها. بله. بر فرض محال. و محض وداد خیر خلق الله علی علیه السلام بعد رسول الله صلی الله علیه. یعنی می گفتم پیغمبر خدا می فرماین برای اونایی که واسطه میشن علوم اهل بیت رو به شما فرا میدن و برای اونایی که دلشون مالا مال محبت حضرت علی و اهل بیتش هست برای اونا سجده کنین. اما جایز نیست برای کسی سجده کرد و نباید هم سجده کرد. ولی این حدیث میرسونه چقدر اینها در مقابل دیگران نزد خدا مقام دارن و حضرت خواستن اهمیت علم و اهمیت علم و اهمیت اهل بیت رو برسونن. با این حدیث اون 9 تا واجب را که عرض کردیم به پایان می‌رسونیم. 2 تا دیگه از واجبات هست که یکیش به نام ترتیب هست. 10 واجب ترتیبه. ترتیب معناش اینه که همون اولی که ما شروع میکنیم نماز به ترتیب نمازمون رو بخونیم. یعنی اول نیت کنیم. بله. نماز میخونیم قربت الله و عزم شد که واجب نیست آدم بگه واجب یا مستحب. همین که نماز میخونیم قربت الله به زبانم لازم نیست بیاره. همین نیت بعد تکبیرات الاحرام بعد استادم که هستیم حمد میخونیم سوره قل هو الله میخونیم بعد الله اکبر میگیم میریم رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده سر از رکوع برمی‌داریم میگیم سمع الله لمن حمده الله اکبر میریم سجده سجده سبحان ربی العلی و بحمده سر از سجده برمی‌داریم الله اکبر دوباره استغفر الله بگیم خیلی خوبه بریم دوباره سجده سبحان ربی العلی و بحمده سر از سجده برمی‌داریم الله اکبر پشیم برای رکعت دوم. رکعت دوم هم همینطور انجام بدیم به اضافه ای که قنوت مستحبه انشاءالله بعدن ذکر میشه. یعنی کلهم انسان حق نداره که واجبی رو زودتر انجام احسن. بده این ترتیب واجبی رو تأخیر بندازه. یعنی هر چیزی جای خودش احسن. رکوع جای خودش سجود جای خودش به ترتیب این میشه ترتیب. ترتیب خب احسن. بعدش هم تشهده که در رکعت دوم هست اگر نماز دو رکعتی هم هست سلام میدیم و از نماز فارغ میشیم. این بهش میگن ترتیب. این حفظ ترتیب واجبه که اگه عمدن انسان این ترتیب رو به هم بزنه جا به جا بکنه نمازش باطله. اگر سهوان جا به جا شد که وقت عرض کردیم که اگه انسان احکام خاص خودشو داره بله احکام خاص خودشو داره که اگه مثلا به جای رکوع خاص رکوع بره سهوان رفت سجده که گفتیم باید برگرده وایسه دوباره بره رکوع نمازشو ادامه بده این که رفت سجده اون سجده حساب نیست چون قبل از این بود. این ترتیب باید حفظ بشه. این 10 واجب نمازه که ترتیب که خودش همین ترتیب را و رعایت ترتیب به انسان یاد میده که در زندگیش منظم باشه مرتب باشه هر چیزی جای خودش جای خودش انجام بده. و 11 واجب نماز موالاته. موالات به معنای پی در پی انجام دادنه. یعنی نمیشه نیت بکنیم بعد یه ساعت مثلا بگیم الله اکبر. البته موالات که میگیم پی در پی عرفیته یعنی دقیق نیست تا همین نیت کردیم اینجوری لازم نیست متعارفه ولی فاصله نباید بیافته. این موالاته یعنی نیت میکنیم الله اکبر میگیم بعد شروع میکنیم حمد و سوره و مرتب با همون ترتیبی که عرض شد ادامه میدیم نماز را بدون اینکه فاصله بندازیم تو نماز. چون یعنی مثلا اگر تکبیرات الاحرام گفتیم نباید بین تکبیرات الاحرام و بسم الله سوره حمد خیلی تا فاصله بیفته به اندازه تعارف. احسن. یک واجب دیگر هم هست اگه وقت داریم اشاره کنیم در حد 2 دقیقه. بله. یه واجب دیگر هم هست نگفت ذکرش نکردن به عنوان یک واجب ولی در واقع خودش واجبه و گاه گاهی توی نماز انشاءالله اونایی که توضیح المسائل آیت الله العظمى عجاس صادق شیرازی رو دارن مراجعه میکنن اونجا میبینن که مثل رکوع مثل سجود اونجا شرط داره. شرط کرده که شما وقتی مطمئن شدید یعنی مستقر شدید به رکوع قشنگ رفتید اون وقتی که باید ذکر سبحان ربی العظیم به حمد بگی یا 3 مرتبه سبحان الله بگی. اگه تو حرکت بودید
این نماز باطل نماز باطل میکنه. پس یکی که متاسفانه خیلی رعایت نمی کنن این مشکله. لذا یکی از واجبات نماز هست که ضمناً گفته میشه یک شماره علاحده رو نیوردن، مخصوص نیورد، ولی خودش این واجبه. تو ذهنمون باشه، انشاءالله بینندگان عزیز بدانن که یکی از واجبات نماز اطمینان و استقرار بدن هست. در حال حرکت ما هیچ ذکری را حق نداریم بگیم. البته ذکر واجب، ذکر مستحب، ذکرای واجب، البته ذکر حتی مستحب هم خیلی از مراجع میگن اونم باطل میکنه نماز را. فقط آیت الله العظمى جلسه صاد شیرازی ایشون میفرماین که ذکرای مستحب در حال حرکت اشکال نداره، ولی غالبا میگن فقط شما به حول الله و قوتی اقوم و اقعد تو را بگید. اینجاست. اما هیچ ذکری الله اکبر که میخواید بگید، بدن باید مستقر باشه. استغفر الله ربی اتوب الیه میگید، صلوات بر پیغمبر میفرستید، تو رکوع تو سجود باید بدن کاملا مستقر باشه. همه اینا را شرط میدونن، ولی حضرت آیت الله المعاجق و سید صادق شیرازی میفرماین ذکرای واجب حتما بایستی مستقر ساکن باشه، مستقر باشه. اما ذکرای مستحب را بهتره که در حال حرکت نگید، در حال آرامش و بدون حرکت انجام بدید. به غیر از بحول الله و قوتی. پس 12 واجب در نماز بنابراین این شد که انسان در حال حرکت هیچ ذکر واجبی را نباید بگه، و اگر گفت اشتباه کرد حتما باید، اگه سهو بود حتما بایستی بدنش که مستقر شد اعاده کنه اونو. مثلا داریم تو توی انشاءالله مسائلش هست که اگه انسان سجده رفت و در حال حرکت مستقر نشده، یا فرض کنید زیر دستش چیزی اومد خواست دستش رو درست کنه، پاش هم مثلا درست کنه و ذکر گفت، میگن باید ذکر رو دوباره بدنش که مستقر شد تکرار کنه. اما اگر سهوان بود و متوجه نشد و از اون حالت در اومد، این چیزی و گردنش نیست، اون سهوان بوده. ولی اگه واجب باشه، نه، اگه عمدن این ترک این استقرار را و سکون در نماز را رعایت نکنه، نمازش باطله. خب احسن تو مجا استفاده کردیم طبق معمول همه برنامه ها از بیاناتتون. انشاءالله لایق باشیم بتونیم به احادیث و فقه اهل بیت جامعه عمل بپوشونیم همگی انشاءالله. شنیدیم بیانات جناب استاد آیت الله فدایی، نماینده حضرت آیت الله العظمى حاج سید صادق حسینی شیرازی. همچنان منتظر نظرات، پیشنهادات، مخصوصا سوالات شرعی شما عزیزان از طریق پست الکترونیکی مربوط به برنامه باغ بهشت که زیر نویس میشه هستیم. دعای فرج رو همیشه در قنوت هر نماز در ذهن داشته باشیم، تا آقا امام زمان در قنوت نمازش برای ما دعا کنه. اللهم عجل لولیک الفرج. یا